یه گذاره چون از کف اتاق میخونه سلام من احساس الان به این نتیجه که خیلی ما امروز ناماده هستیم چون لایتر هم نیاوردیم بردیم الان زمان خوبیه برای افضا دو و بیاریم انشالله بله بله. سلام اشان. اون خیلی تحصیل داره بله پس اومد بگه زیاد تاثیر نداره نریم ولی نه دو اگه که بیو... نور وقتی میفته پشت اذیت میکنه الان خورشید پشتش به ماست واقعی که جاش هم ازش اون موقع که میکنه چه خبر چیکار میکنی تو آسانسور اونو چه خبر بوده برای اون بگو یک دو سه این آقا تا من رفتم تو آسانسور از اول باید بگی چون که قد شد من امروز داشتم میدم پودکست سو یا... زود سو سهر سو آره اصلا نمیخواستم خوابی بیدار آره اونو بعدا تو توضیح بده که چون بش بعد وسط را تو آسانسور که بودیم یه آقای محسنی مثلا 60 70 ساله برگشت من گفتش که تو خودت یه گوفی هستی و من خودم حواسم نبود که این تیشرت تنمه گفتم نمیدونم بقیه باید بگن و اینا و گفت حالا مهم نیست ولی چیزی که مهمه اینه که چیز دیزنی وورد تو آمریکا باز شده دیروز یا امروز فلوریدا آره بعد گفتم ای جدی و اینا بعد از لحن حرفی که میزد و خب ماسک هم نداشت و اینا من فهمیدم که ایشون از ایناست که به ماسک و این اعتقاد نداره و خوشحال با یه خوشحالی گفت باز شده اونجا مال آره پدرشون بوده دیزنی ورلد <تصفح> گفت آره حالا آره. چطور مگه اینا جاجی روش بده الان میگم من میگم آره. آره پدرشون بوده تو آره؟ نه فرهاد میگم میگه از اینه که ماسک علاقه خب الان میگم برگفتش گفتش که آره دیگه الان مردم راحت با خیر راحت میتونن برن اشغال بکنن و زیادم مندتوری نیست مثل اینکه ماست دیگه به زندگی هستشون برگشتن thank god ایشون گفتن و آره my okay savior lord jesus, jesus christ من برگردم به زندگی my, lord, زندگی my lord and savior jesus christ و من اصولا اینا که ماست نمیزنن تو آسانسور من نه نمیگم ولی میان <laughs> <laughs> خیلی حرفاست که ما نمیتونیم بزنیم <laughs> اگر که بزنیم داستان میشه آره. میان برای مثلا مسخره بازی یا اینکه اذیتشون کنم میگم نه من نمیام تو ماست نداری یا میخواد بیا تو میگم نکست تایم مثلا میبی نکست تایم آره میبی تایم واقعا به میبی آره بوده گفتیم با هم همین تو آسانسور شما جلو چند نفر گرفت جدی آره. نبودم نبودی من اینکه نمیذاره تو آدم من حرفت بزن تمام شد همین ایشون همین دیگه چی نبود گفت, گفت دیزنی من الان واقعا اون دفعه در این مورد صحبت کردیم خیلی الان سخت برام بفهمم که کی باید برم تو آسانسور کی نباید برم و کی یکی میخواد بیاد و نمیخواد بیاد <applause> مثلا من دیروز من ماسک داشتم یه خانومم جلو من ماسک داشت بعد رفتم جلو مثلا سوارشم سرش انداخت پایین این یعنی من نمیخواد سوارشم قانونتون چیه قانون قانونی که تو دو نفر میتونن سوار دو شد. نفره نه. برو دیگه آخه خیل. سرش انداخ با اینه اصلا انگار شاید با, با حیا بوده نه با حیا نبود چ... نمیدونم والا از اونقدر <تصفح> ما هم دیگه اونقدر اینترنت نشدیم که قصد هیاشو بسنجم ولی اصلا بعضی موقع به یکی میگم بفرمایید تو میگه نه نمیخوام با اینکه من ماسک دارم خوشم ماسک دارم نمیدونم من حس میکنم یه احساس كم كم عجیبی هم عدد عددای کمی چیز شد این رفتارام تغییر کرد چون قانون هم میشه دو نفر بریم ولی الان یه نفر ذره عجیب شده ما دو این و همه دو هم میرن اوکی کسی نمیتونه بگه نه یا و من خودم اینجوری هم مثلا ببینم یارو نگاه میکنه بیا بیا تو چون یه دقیقه تو آسانسور اتفاقی نمیفته یه همین یه دقیقه هاست دیگه همین یه دقیقه هاست آقا کارون ما روزایی که اعداد میبره نه. بالا شیش نفر هم سوار میشن شیش نفر کجا این شما؟ همون برای همین جداشون کردن دیگه نه برای همین جداشون کردن از ما برای همین شما ها طرح تصویب نشد قرار بود نظرن فرهاد اینا بیان تصویب نشد خب این چه شد دیگه تو دهنی زدم اون قسمت رو خیلی به آه آه خیل همه کارا اون رو داریم بر اساس قوانین شهری هر روز انجام میدیم که الان یه دوره نذارم کانسنت بودم بیان شهر ولی چی شد من فکرم مثلا تصویب شده بود الان سه قسمت شد بریتیش کولومبیا بفهم همین یکی لور مینلند و انکوبر و شهرهای اطراف یکی ویسلر الان چی فکر میکنم آره ویسلر ما نمیتونیم بریم نه ویسلر میتونیم بریم،, میتونی بریم نه کلونا اون نوردن تریتوری نوردن نوردن بی سی میفته دست اون میشه ویسلر این میشه این کلونا چیه ویسلر و کلونا همش یه ریزره نه کلونا که اینتری هلت اینتری ف... فکر کنم ویسلر هم اینتری بشه کلون شما حالا دادن به این که خود چهار تا شد دیگه هلت اتوریتی نیست چهار تا نه سه تا اینتریر و فریزر هرز و فریزر شد <laughs> یه دونه آیلنده یه دونه یکی, یکی ونکوورو رو شهره دور یکی هم کل بقیه بی سی <تصفح> یعنی مثلا یکی بیسلر باشه کلونا میتونه بره, بره. <تصفح> یه جاده هم داره اتفاقا خب نمیرن ویسلر به کلونا یه جاده داره جاده خیلی خوشگل <تصفح> یه کمربندیه جدی میگی آره آره امیر رفته بود چند بیری. چند ساعت آها کم چی چی لیلوت یه چیزی اسمش اسمشو نمیدونم ولی مثل که خیلی سینیک و خوشگله یعنی سینیک سینیک داره توش سینیک آقا بحث دیزنی شد <تص> <waters> <تص> <تص> <thế> <Özell großes> پارسال من همین موقعی که شروع شد بیماری یاد بکن از ممه بعد وارد وارد بازار <تص> بورس شدم برای دفعه اول بعد رفتم دیدم که استاک چیز دیزنی حالت ولاتایلی داشت اینا رفتم یه سهام خریدم یه سهم یه سهم خریدم و اینا بعد خیلی هم داشتم مثلا زیاد داشتم میگم میره بالا میره پایین و اینا بعد یه روز دیگه خیلی چی داشتم خیلی وقت داشتمش آره باش من فکر تعداد خیلی داشتم نه یه دونه همون یه دونه رو اوکی دو بعد آقا ما فروختیمش مثلا فروختیمش با سودم الان یادم نیست ولی سودی که کردم 80 دلار بود روی سهم چقدر بود یاد نیست بالای 100 دلار بود خوب رفته بالا من الان همه زندگی اون گوشتم رو ارکن ما از بزرگتر اصلاف که کارم نکتش این بود که بخی فروختم دوباره رفت بالا همیشه تا همیشه همینه همیشه دوباره این بحث شروع شد بحث کثیف. امروز صبح فراد اومد من هفته پیش یه کرایسس خیلی عجیب داشتم در مورد تایر موتور گفته بودم که نگفته بودم من نمیدونم ام... یه دفعه چیز بود خیلی پرشر د... تایر اومده و پایین رفتم اونجا که رفتیم با هم یه بار باد زدیم بردمش و اینا گفتش که آره تایر پرشر بعد چند باشه گفتم مثلا تو گوگل نگاه کنم گفت 36 گفت فرار رو چهاره گفتم که عالیه مرسی باد کنید لاسا باد کرد و اینا بعد رو رینگ داشتی میروندی کلاش از... چهار دیگه دایم فرزاد بود. بود میشینه از بعد ام دعای مادر بده آره آره, آره. آره. بعد مثلا چند روز بعدش هم دیدم <applause> که یه عجیبه داره مثلا یه وابل عجیبی میکنه یه لرزش بدی داره بعد دیدم که شده. دوباره چیزه دوباره دیدم که آه آه... کم شده ام. این بحث تا جلو عقب یا عقب تا رو آقاب. بعد دیگه زنگ زدم این ور و اینا گفتن که باید موتور تو بیم ببرین تو کنیم ببینیم که مشکل تایرت چیه گفتم که باش اومدن تو کردن و فرضا زحمت کشید و من خودم سر کار بودم فرضا گفتم چه جوری وارد خونه شو برو از کجا کلید بردارو و <applause> مثلا به کن خلاصه بردن و گفتن که آره این یه دونه پانکچره توی چیز پارگی. یه پارگی یا مثلا میخی چیزی رفته توش <تص> جرداده. میشه تعمیرش کرد ولی تایرت مال هفت سال پیشه مثلا 9 سال به بالا رو صد درصد باید عوض کنی اه, گفتن که باید جفت تایر رو عوض بشن چون هفت سالشونه بعد هشتای دوازده دلار دادم دوتا تایر باز خوب من گفتم الان عدد بیشتری میخوایی بیش دوتا تایر فرمون بابا ولم از سرویس هم شد موتورت نه حتی فرمون یه تایر سرویس سایزی کوچیک فرمون بابا دوتا تایر کوچیک 812 دلار این کانادای دیگه چه همه چی گرونه بعد دیگه صبح فرود اومد منو برد تا دم اونجا که بتونم موتور رو بگیرم آره موتور رو برداشتیم و برگشتیم رفتیم نون سنگه گرفتیم برای افتار البته نون بربری برای انشالله افتار دیگه دوره هم با هم دیگه با تچم بخوریم خیلی عمالی چه خبری که تو فرضت تو چه خبر؟ ردیفی؟ بیلکس نه فشارهای کاری زیاد بود نمیدونم همه چی درست پیش نمی رفت و یه دونه آپدیت داده بودیم تو سیستم بعد کلا فکر میکنم هر موقع آپدیت میدی هر چقدرم تست و اینا بکنی بازم یه چیزیه که یهو در میاد و مثل یه شرنگی که پشتش فشار دهن همه رو سر کنه بعد ما نشسته بودیم اینا کنترل کنیم زخم خیلی مثلا در این حد بود که دیگه پریشب من ساعت یه چیزی انقدر پشتش پشتش رو انقدر تراست ایشو پیدا کرده بودم ساعت دوازده مثلا بیدار مونده بودم دوازده رو بیدار بودم ولی تو سیستم داشتم چک میکردم که این اتفاق بیفته اپریشنی که قرار بود بشه ساعت دوازده شو آپدیت دادی نه نه آپدیت که هفته پیش بود ولی این ورک اراوندش رو می‌خواستیم ببینیم کار میکنه حالا اون آره ولی اون فانکشنی که بعد انجام میده داره میخواستم ببینن مثلا 12 شب تریگر میشده میخواستم ببینن اتفاق میفته آپس yeah, جاب زده بودیم ساعت 12 ولی کار نصف کار کرد یعنی خوب شد که بیدار موندم و من درستش کردم و منیجرم هم تقدیر کرد خدا رو شکر آره گفت فردا رو از زور دیگه برو آف بگی دیگه اگه بشه آز, از زور بیام نه جمعه رو آه پس پنج شب آره پنج شب یه جوری گفتم که دیشب آه همون شب بود که گفتی درست بازی کنم میخوام برم بخوابم یه شب بود که بیدار بود یه شب این نوتیفیکیشن میاد دیگه حالا اینا میخواستم بپرسم این متنایی که مینویسی نوتیفیکیشن از یش جنجالیه این جیدان جنجالی شده ولی آره چون ما با خانواده داریم میدونی تو توییت موقعی که میخوای مثلا لایو بشی میتونی نوتیفیکیشنی که برای بقیه میره رو خودت بنویسی متنشو بعد من مثلا میزنم tap to find hot singles in your area مثلا <laughs> <laughs> relationship, relationship guru is life مثلا tap to come say hi دیگه یه جوری دارم کلیک بیت میکنم آدم ها رو برای اینکه بیاد اولین باری که این کار کرده بودی اومد نوتیفیکیشن واسه من اینطوری بودم شیت چه سایتی رفتم چیکار کردن ما که سار این مشکل نداشتی تو تو هفته چطور بوده؟ بعدم بعد نبود خیلی کار زیاد بود اینجوری هم نه که کار زیادی من انجام بدم گیر میکرد هی گیر و گور داشت فرسایشی خیلی تایم که پشت کامپیوتر بودم عجیب زیاد بود یه زمانه دیگه چشم واقعا کار نمیکرد okay. بعد میدیم مثلا برای ما اینجوریه که الان معمولا دوست داری که باگ ایجاد نشه ولی وقتی که ایجاد میشه دوست داری باگ رو بتونی تکرارش کنی یعنی <تصفح> ریپرودوس کرده باگ خیلی مبحث مهمیه <تصفح> <تصفح> یعنی خوشحال میشی قشنگ کف میزنی که من تونستم بعد اگه بتونی ریپرودوس کنی خب میتونی بری دنبالش بگردی و مشکل رو برطرف کنی بعد یه وقتایی هستش که مثلا فیکسش که میکنی هر بار که دوباره بتونی تستش کنی مثلا این زمان بره اگه قرار باشه مثلا 20 دقیقه طول بکشه یه چیزی بیلد بشه و تست کنی خیلی پروسه کند میشه ام. بعد این فرسایش عجیبی میاره و اینا بعد توی یه هفته گذشته ما داشتیم روی سری داستانه جدید کار میکردیم اینجوری نبود که تجربه داشته باشیم از قبل باش برای همین خیلی زمان کاری زیاد مثلا چونم 9 این طورا شروع میکنه نه 9 هنیم شب مثلا تا 9 نیم ده دوباره پشت کامپیوتر دیگه اصلا فرض بوده آره دوازده ساعت حالا حالا اینکه همش مثلا نشسته باشی ولی خب ذهن ترگیره و شبم خوابشو میبینی و ازیت بودی هفته نه نه خوبه اینجوری بالاخره با... با... لازم فکر میکنه اگه الان تو آفیس هم بودی اینطوری مثلا نیاز بود که حتی خونه هم میای روش کار کنی یا چه جوری میشد اگه تو اینطوری نبود سوال خیلی خوبی که آره چون منم من این،, این, تو سیچویشن خودم خیلی به این فکر کردم که مثلا خودم فکر میکنم من خیلی بیشتر قبل دارم کار میکنم به خاطر آره. اینکه مثلا محل کارم همین بغل دیگه بعد آره ببین ما قدیم شد. پیش می اومد که مثلا تو آفیس کنیم بعد می اومدیم خونه هم دوباره تا دیر وقت کار میکردیم ولی خیلی اوکیژنالی مثلا سر ددلاین های خاص این اتفاق می افتاد الان ولی با تو چون کامپیوتر همون بغله بعد دیگه آدم آدما هم اصلا کالچرشون عوض شده دیگه طرف میگه تو خونه ای دیگه مثلا 7 و 20 دقیقه صبح به من زنگ زدن آره 7 و 20 دقیقه من 7 و 20 دقیقه صبح به من تماس میگیر دیر وقتم میگیره تماس بکنه بابا ول که 7 و 20 دقیقه صبح مثلا رفتی بود ای بعد گفتی که خب تو راه برگشت به خونه چیکار کنم زنگ بزنم ما چی نبود اون موقع ازیتم خیلی ازیتم این کالچه رو بر... من دوره همه بر برگردیم سر کاراتون به خودم همه چی بر برگرده به صورت عادیش خیلی دیگه داره اذیت میکنه خیلی هم عالی میخواین بریم سر اپیزودمون بله اپیزود شما سرسته بله بفرمایید شما سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزاد امان سلام سلام امروز اپیزود 281 ماست باورتون شده میرسیم به 300 آقا 300 چیکار کنیم هیچ چیزی خیلی چیزا دارم بگم ولی خب چرا کارهای خیلی غیر معقولی میتونیم انجام بدیم با هم دیگه دور جلوی متقارن بشه با ورود به چهار سالگی ان 300 مون متقارن گفتم مقارن میشه با یعنی همون هولوش میشه دیگه فکر کنم تا ما آگوست آگوست 2017 میشه میاره و او یعنی تولد و 300 رو این فکر کنم بلا مدت این کامیتمنتی که تو تاله داشت تو سندگیت بوده ما نه بابا چهار سال همه دیگه دوزار هیفته دیگه درمیش چهار سال میشه یعنی چهار رو تمام کنیم میریم تو پنج بله بله مثل دو تولد بچی از یک شروع کنیم دیالوگ با همه باید داشته هر سال اصلا فکرش نمیکنم داره چهار میشه بعد چند سال یوتیوب دو سال, سال میشه یک سال و نیم فکر کنم دو سال فیکس میشه دید. چرا دیگه ما آگست یه سالی شروع کردیم که 2019 باشه یعنی این آگست میشه دو سال آره یعنی تو دو سال هیچ چیزی مجبور نشدی ادیت کنی چون کات نداشتیم چرا ادیت <applause> نه ادیت اون کات نداشتیم دیگه چرا اولین ویدیوایی که یوتیوب آپلود شده مسابقه با فریناز و علی نه اون که نه، نه، اونو 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 سه سال پیشه ولی از شروعش دو ساله شروع اپیزودای آره فرزاد اومد گفتش که با اپ... اپیزود چیزم رفتیم دیگه 143 معروف اون نه،, نه اونم یه اپیزود تک اپیزود بود از اونجا پیوسته شروع نشد نه چرا همه شروع شد از, از, اون به بعد آره. از از... از از... از آره. ش... دو برابر اون تقریبا اپیزود رفتیم آره سعی چلسه... فکرش از اونجا به اینجا برسی زیاد <تصفح> 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 عرق <تصفح> <شو تصفح> سرد میکردی روی اون حرفو الان خودت اول خیلی پیش میکشی خوبه متفاوت بود الان که دیگه اصلا دیگه از اون داریم میافتیم از اون ببین اینا رو همه رو با هم دیگه یکسان می‌کنی ببخشید تا اذیت نه نه بعد اذیت میشی بعد اذیت میشه ولی جالب صبح داشتم بی بی سی پستی رو میدیدم اپ بامبل هست بله اون یه سری با... یه سری آدم تو ایران صحبت کرده بود ظاهرا اپ اینجوریه که نه خانوما باید اینیشییت کنن یه تفاوتی داره سی او کمپانی خانم دیت آره دی فرق داره من نمیدونه نمی بگید بامبل چیه دیتینگ اپ الان فهمیدم بعد داشتش که با, با یه چند تا خانم تو ایران سو واقعا چیه وقتی که گفت خانوما فهمیدم آره سوال چون نماز اپ نکشید کسی میگه تیندر چیه نه تیندر رو میدونه تیندر رو من نمیدونم بعد اون دقیقا راجع به همین مسائل خیلی داشت قشنگ صحبت میکرد که خیلی تابو دیگه تو فرهنگ ما مثلا چون خانم بیاد از نیاز جنسی صحبت کنه و اینا هم. بعد توی این ویدیو داشت میگفت مثلا یه سری خانم هستند واقعا برای این کار یه شب تو شب میخواد چیز کنه خیلی جالب بود نظر من بعد توی ایران هم بامبل کار میده آره شو؟ شو؟ فیلتر آه. 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 یه جا شما نمیفهمیدم میگفت فیلتره خب اگه فیلتره باید فیلتر شکم بزنی بعد بعد میری با آی پی مثلا اوکراین تو مچ میشی من نه مثلا یه فکر کنم ریدی سر اینقدر بزرگ میزنه این اینجا شما من درست نه نه, نه نه آی پی نه نه میاد جیو از لوکیشن خودت مثلا میتونی آدرس بدی احتمالا فکر نکنم لوکیشن آی پی و اینات باشه فکر نکنم احتمالا لوکیشن تو با آن کنی که آره ولی یادم اومد این اینطوری کار میکنه که وقتی مچ میشی خانومه میتونه شروع کنه این آره آره یه همچین داستانیه بعد جالب بود که داشتن راجعی موضوع صحبت میکنن تو ایران تو میشینی راحت تا بیان خواستگاری نه دیگه سخت میشه برای پسرها کلا که سخته همیشه برای اون دختره باید شروع کنه خب ولی نه ولی وقتی شروع کنه شروع کرده دیگه دیگه شروع کنه دیگه, شروع <applause> دیگه. بای بای با دیگه, دیگه, دیگه گفتی چرا باید جالب بود که راجو شرف یعنی تو بی بی سی چون تو ایران بوده نه چون توی کانتکست ایران بود و سمپل از ایران داشت مثلا فکر... با صداشون عوض کرد بود ولی خانومایی بودن که تو ایران مثلا از این اپ داشت استفاده میکرد و سریح داشت میگفتش که مثلا طرف فقط برای نیاز جنسی و اینا به نظر من جالبه دیگه چون بله بله. این همه تابوهایی راجبه... که داره شکسته میشه آقا کارو آره حالا اینجوری نه ولی چیز دیگه این همه راجع همه چی صحبت میشه راجع به موضوع مهمی صحبت نمیشه که مرکز تمام مشکلات میتونه باشه نه 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 فهمیدم چی گفتی یه لحظه فکر کنم گفت تو ایران داره راجع شرف زده میشه نه نه بابا گفتم مانگ. اون دیگه خیلی بعد شبکه چهار من یه چیزی دیدم <تصفح> 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 آقا پروفایل خودشون گذاشتن آن داشتم ویدیوهای خلصه رو میدیدم خیلی خنده داره چنل خلصه با خانومش بعد یه ویدیو نشون دادن از تلویزیون ایران پخش شده بود اه... یه به قول خود خلصه بابا زیزیگلو رو نشون میداد با حالا اون خانومی که داشت زنش رو بازی میکرد اون سکانس یا هرچی رشیدی؟ داشتن... نه نه یکی دیگه بود داشتن چیز رو کابر میکردم عادت ماهیانه و اینا رو صحبت میگرد بعد آره دیدم اونو آره شبکه دو پخش من خیلی سورپرایز شدم که آز... فکر کنم تا الان یا من که نهیده بودم از رو, رو و... بعد مرد داشت توضیح میداد مطرح نه شد. یه زن و شوهری بود شوهر داد. داد. آره کلا آره، موضوع رو داشت مطرح میکرد که مثلا آره حواستون باشو این اتفاقات جلی دیگه همین روزاست که برگردیم به ایران پنج و میخوای شروع کنیم با اپیزود شما ببینیم آره. برای ما چه آورده ای آره بفرمایید اه... سلام سلام <تصفح> نه <تصفح> چند وقت پیش یکی توی فکر کنم اگه اشتباه نکنم اینستاگرام گفته بود که راجبه این صحبت کنید که خیلی ها میگن که خانوما گاسیپ بیشتری میکنن <تصفح> اه... بعد اینو من گفتم که بذار برم یه نگاه کنیم ببینیم اصلا علمی این موضوع بهش نگاه شده یا نه که از قضا آره بعد گاسیپ <applause> و فارسی هم بگو که داشته بیبت. بیبت. آره قیب، قیبت حرفای دور آره قیبت همین حرف های دوره طور و اینها آره گفتیم بریم ببینیم مثلا تا اینا علمی بررسی کردن توی دانشگاه و آکادمی یا نه فضا جون شما گوگل رو بیزمد. بله آماده است این که میگم سرچ کنم بزن how many words does the average woman say in a day چون یه تایپ ده انگشتی کلاس هزار آره ببین اون بالا نوشته بیس هزار و مردارم بگو هفت هزار آره آفری خوب سرچ یکی در میان بعد اینو داره از یه مطلبی میاره از سایت بی بی سی دایران. تایتل مطلب دو بیمن تاک موردن من خب این, این یاوه خب این عدد یه عدد چرتوپیتی که من خودم هم تو ذهنم همین عدده بود mm. اصلا همین لینکی که به این مطلب بی, بی میده این اشتباهی که گوگل میکنه گوگل این تکس ماینینگش درست کار نمیکنه بی, بی سی داره اینو نقد میکنه که این عدد پایه و اساس علمی نداره ولی شما اگه مثلا به همون توضیح سه خطی گوگل بخوای اکتفا کنی اینو سرچ میکنی میبینی 20000 7000 مثلا این تقریبا سه برابر اونه پس فلان خب امه. ولی حالا من اون مطلب BBC رو رفتم خوندم یه تیکایشو میگم که ببینیم که اصلا این داستان چجوری بوده کلا میگه که این عدد 20000 7000 بر اساس یه کتابی به اسم The Female Brain تو 2006 چاپ شده فکر کنم فیلم از روش ساختن ام. توی اون نویسندهش یه اون این عدد رو گفته خب بعد یه استاد زبانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا اومده اینجوری به مثلا نویسنده ای گفته که این چه شهر... شعری نوشتین تو خب ام. توی قشن همینجوری بهش گفته بعد یارو قبول خارج. کرده <laughs> که این عدد اشتباهه و گفته توی نسخه های بعدی اینو درست میکنه خب یعنی نویسنده یا اون کتابی که از این نم, نم چی چی به سلرا هم که همیشه هستن اعتراف کرده گفته که گفته آره دیگه مثلا استاد زبان شناسی که بهش گفته این چیه نوشتی کجا اومده قبول کرده اشتباهه قرار شده که توی ورژن بعدی درستش کنه بعد این استاد زبان شناسی به اونجا اکتفا نکرده رفته روخ خرگوش بلد. اینو تا انتها دنبال کرد دیدی مثلا سال 1993 توی از این مجله های مربوط به ازدواج و اینا که خیلی هم قطعا علمی هن. اونجا دوباره یه همچین عددی مطرح شد این ظاهرا از اونجا به وجود آره بعد این از این خرگوش ایده خیلی باحاله برای تیشرت که اونم مثلا شاید خیلی دیمی مثلا جو از 100 درصد در این <laughs> مجله مریج <laughs> گایدنس سال 1990 در درصد علمی بوده <laughs> شک نکنید سی آره حالا این مطلب بی بی سی ادامه بدیم میگه که یه مطالعه انجام شده در اومده که دختران چهار ساله یه پروتئین توی مغزشون که اون پروتئین میگن مربوطه به حالا حرف زدن و ایناه بله. سی درصد بیشتر از پسرهای مثلا همون سنه خب یه تحقیق در اومده اینو گفته بعد دیگه ملت توی مدیا ریختن که آقا زنها اصلا نمیتونن جلوی حرف زدن خودشونو بگیرن یعنی حتما باید زیاد حرف بزنن در صورتی که تحقیق روی موش بوده آزمایش روی موش بوده دیدم مثلا موشای ماده احتمالا اون ماده رو اون پروتئین رو بیشتر داشتن 10 تا دختر پسرم توی اون تحقیقه بودن ولی حالا نمیدونم چه جوری مثلا این خبر درس کرد دیدیم که مثلا یه تیکه از یه خبر یه گفتگو رو یه جا مثلا توی سوشال مدیا میزنن و بعدم میفته دست این چه سالیه اینفلوئنسرای باهوش و جدید اینا هم اخیره دیگه پر میشه توی گروه تلگرامی که صبح میخونید و اینا هم میاد که آره مثلا این پروتئینه اینجوریه پس این قضیه درسته خب این هم از این پس اون تحقیق هم که اصلا همچی چیز وجود نداشت یعنی راجع موش بوده که اون پروتئین سی درصد بیشتر بوده بعد اومدن یه هفتاد سه تا مطالعه که روی بچه ها بوده رو بررسی کردن دیدن که دخترها بیشتر حرف میزنن دختر بچه ها ولی قابل چشم پوشیه. یعنی فاصله معناداری وجود نداره بین میانگین لغاتی که مثلا دختر روز میگن دختر بچه ها. تا پسرها و این تا سن سالگی این بیشتره و فقط توی صحبت کردن با پدر مادرشون نه با دوستا دو نیم سالگی میگه بچه صحبت میکنه چند سالگی بچه صحبت میکنه یک, سالگی شروع میکنه بعضی زیر یک شروع صحبت کردن سخن باز کردن آره پس اینا هم وجودی تا مطالعه گفتن یه اختلاف ناچیز بوده هم تا سن دو نیم سالی که از اون به بعد چیزی نبوده بعد یه کتابی دیگه ای بوده تو سال 1993 56 تا مطالعه رو اومدن بررسی کردن که ببینن حالا کدوم بیشتر صحبت میکنه 56 تا چیو؟ مطالعه پجوهش ریسرچ آه. فقط اومدن دو اومدن 56 تا ریسرچی که انجام شده رو آره ریویو کرد ریویو بهش میگن آه. اینا رو میای همه رو دور هم جمع میکنی ببینی چی میشه فقط دو تاشون بوده که گفتند خانم بیشتر از مردها صحبت میکنن سی و چهار تا برعکس بوده سی و چهار تا گفتن که مرد که بیشتر از خانم صحبت میکنن تا اینجا باز هیچ اطلاعاتی وجود نداره که اصلا تصدیق کنه که خانم بیشتر صحبت میکنن و کلا هم اندازه گیریش سخته به خاطر اینکه تو ممکنه مثلا یه گروه و بیاری بخوای آزمایش کنی اینا رو بذاری تو ستینگ اون آزمایش که مثلا چهار تا پجوهش نگاهشون میکنه ممکن اون آدم رفتار عادیشو انجام نده طبیعی هم هست که تو بدونی یکی داره نگاهت میکنه یه ذره تو جمع جور میکنی اصلا یه رفتار دیگه ای ممکنه داشته باشی اه. یا حتی صحبت بود که مثلا مردم ممکنه توی اون ستینگ راحت باشن برای صحبت کردن تا خانوما آه. پس اون نمونه برداری که انجام میشه اولا کار سختیه نمونه ایس. برداری نزدیک به واقعیت انجام بشه ولی یه جایی آزمایش ایده جالبی زده بودن واسه اینکه این سختی رو فائق بیان بهش میان یه دستگاهی رو وصل میکنن به اون آدمه خب که این دستگاه به صورت تصادفی هر دواز... تصادفی نه هر دوازده و نیم دقیقه یک بار سی ثانیه رو ضبط میکنه خب این یعنی ای سمپل برداری کاملا تصادفی دیگه یعنی هیچ باعثی توش نیست و این میتونه نماینده اون جامعه در واقع واقعی باشه صدای اطراف رو صدای اون آدم ها رو بت... فرض کن به تو وصله هر دوازانیم دقیقه یه بار سی ثانیه از تو رو زفت میکنه ببینه مثلا داری صحبت میکنی نمیکنی فلان خب بعد این اومدن میانگین گرفتن بین آدمای آمریکا و مکزیک میانگین خانوما در اومد چقدر تو روز 16215 لغت میانگین آقایون در اومد 15669 لغت خیلی این عدد یکسانه هیچ ربطی هم به 7000 هزار نداره خب آره ولی همین خود این عدد خیلی ها من دالبش واقف نمیدن روزی 16000 تا بگم میمیرم نه فکر میکنی البته خیلی دوست دارم بدونم که مثلا ما تو همین پادکستی که دارم صحبت می‌کنی. آره تو اصلا تخمین نداری مثلا تو یک ساعت چقدر صحبت میکنی که 16000 ولی عدد بزرگیه یعنی کلمات 16000 دلار زیاد آره ولی لغت که خب چیزی میده بزرگه یعنی نسبیه دیگه نسبی نه بزرگه من آدم کوچیک هستم بزرگه بعد اومدن 100 تا پابلیک میتینگ رو بررسی کردن خب بله دیدن که مرتا به صورت متوسط 75 درصد سوالات رو میپرسن در صورتی که فقط 66 درصد جمعیت رو تشکیل میدن مردو به صورت متوسط 75 درصد سوالا میپرسن خب خب یعنی با اینکه تعدادشون به اندازه 75 درصد نیست ولی 75 درصد سوالا از مردم میاد بعد اومدن نس کردند. کردن بازم دیدن همون 75 درصد آخه میتونه فرهنگی هم باشه هر چی میانگین داره میگیره دیگه میانگین 100 تا میتینگ امید دیدن تو ستینگ عمومی اتفاقا مردا دارن بیشتر سوال. فرهنگی باشه این اعتبار همین آمریکا شمالی اینا اتفاق افتاده ای ایران نه منظورم آمروزم. اینه که به خاطر حالا در واقع کالچر احتمالاً میتینگ عمومی که وجود داشته کاری بوده نبوده نمیدونی مثلا تو پابلیک اون... میتینگ تو اون ستینگ کاری خب به خاطر همون تبعیض جنسیتی که وجود داره معمولا مردان که میرن اپروچ میکنن خودی اگه اینم باشه باز مردا دارن بیشتر صحبت میکنن دیگه یعنی باز هیچ ما نشونه ای نداریم که خانم بیشتر صحبت میکنن بعد اینو من خودم به شخصی دیدم تو میتینگایی که میذارن اصلا عمون نمیدن یه سری آدمو بقیه یه سری از مردا اصلا عمون نمیدن هیچ کی دیگه صحبت کنه تو به زور باید تو حرف این الان که آنلاین شده یعنی طرف ن... نمیبینه تو داری اینجوری میکنه که ما حسابات کنی <applause> اصلا مگه میذاره حرف بزنم دست لام. بگیری لام از یه دقیقه اجازه به من بده من جمله ما تلاوت, تلاوت اصلا نمیذاره منعقد بشه کلام در دهان بنده بله تو نوتف خفه میشه آره پس تا اینجا هم که این, تا اینجا چیز بود مال اون مطلب بی بی سی بود همونی که آقای گوگل داره نشون میده که 20000 حف بزرگم بود میبینی بعد تو میگی که خوشحال من نباید بهش اعتماد کنم میری میبینی او بی بی سی دیگه پس همینه اون اشتباه داره ماین میکنه تکست و اون جم... اون آرتیکل رو اینجوری شروع کرده که بگه بابا این اصلا اشتباهه این کلا همچین چیزی وجود نداره و حالا من اینا داشتم راجع این مو... موضوع سرچ میکردم دیدی آدم یه چیزی سرچ میکنه معمولا صفحه اول دوم گوگل رو میبینه دیگه نمیریش من گفتم بذار برم اصلا 15 16 اینو ببینم اونجاها چه خبره رفتم رسیدم به یه جایی ایندیا تایمز مجله تور بود ظاهرا بعد توی اون قشن بزرگ تیت زده بود که خانمها گاسیپ بیشتری میکنن گفتن خب برم ببینم چیه دو, پاراگراف و نصفی هیچ چیز علمی توش نبود همینجور مثلا یه سری تذاریه. آره یه سری انگار وحی بود که مثلا این جمله ها رو توش نوشته بود و اینا دیگه اصلا به اون صفحه آدم برسه افتضاحه آو وسن تو مطالب آره آ ولی همین رو گفتم که به اینجا برسم یه تحقیق بسیار زیبا هستش که سال 2014 منتشر شده اسم تحلیل اینه که گوش بدید اینجا مهم میخوای یه ذره حرف بزنیم تو فرزاد اینو میبنده بله فرزاد رفت نظری تا اینجا نداشتی رین بیاره تو ذهنتون چی بود وقتی که اول اون سوالو پرسیدم من طبق تجربه شخصیم بگم آره. من خودم قبل اینکه الله ازدواج بکنم اینا تو ذهنم بود که خب تا همین من فقط بگم کسی که من پای گوشی <laughs> <خوب. مجزد> <laughs> هم دارم چراغ روشن میکنم اینو اجازه من همین فکر فکر عمومی رو فکر میکردم اینا بعد که وارد یعنی ازدواج کردیم و با هم شروع کردیم زندگی کردیم من خودم مثلا فکر میکردم فرانوش خیلی بیشتر حرف میزنه ولی دیدم نه تو خیلی مواقع من بیشتر حرف میزنم ولی بقیه،, بقیه هم فکر میکنم مثلا من نیستم پر حرفه ولی وقتی خود وقتی خودمون دو تای با همیم خیلی من وضع یادم میاد آخر اپیزود من تحلیل خودم رو این موضوع بگم من میترسم یادم میره چون این تو ننوشتم صبح یهو به ذهنم رسید آره شوش. تو چی ما من... من, خودم رو گفتم من واقعا من این عدد 20000 7000 رو قبلا دیده بودم بعد حالا من خودم خی... آدم خیلی پر حر... کم حرفم معمولا یادم یه جایی رفته بودی نشسته بودی مثلا یه سری آدم بود دو سه سال پیش ام. و همه حرف میزنید و بعد به من گفتم که تو چرا اصلا حرف نمیزنید تو... تو... که پادکست دارید الان گفتم بابا مثلا من در روز قرار هفت هزار تا لغت بگم میشه در هفته مثلا هفت تا هفت هزار تا من اونا رو اکثرش تو پادکست میگم دیگه تو زندگی معمولیم حرفی برای گفتن میانگین هفته بعد یعنی من تو ذهنم این عددا بود فکر میکردم واقعا همینه تا دیشب که فهمیدم که دروغه حالا بگویم منم حالا نسبت به رابطه هایی که وجود داره احساس میکنم خودم کم حرفترم توی حالا شاید ستینگ های کاری شاید مجبورشم بیشتر صحبت کنم ولی تو ستینگ خانواده و مثلا نه خانواده هم پرحرف میبینی آدم تو فکر خیل... میکنه میده نه خانواده خیلی مزر اصلا تو یه <laughs> جمع بشین مثلا شیش افت نفر من دلقه بر... کم دیگه من من باز اون کسی با صحبت کنه من هم <laughs> <laughs> که مثلا تو حرف بزنی بیشتره یا مثلا یه خانم حرف بزنه تو اون جمع آدم های دورو برد نه آخه تو خانواده ما متفاوت همه نگاه ها رو به ابراز همه نگاه رو به که اون جمع رو عوض بله منم من حالا نمیدونستم عددهای خانوما چقدر این عددی که گفته شد ولی فکر میکردم که من کمتر حرف زدم دقیقا همین که ایمان میگه و الانم هنوز فکر میکنم که نه آخه اولا شخصیتی هم هست یه سری آدم ها پولنگ هم حرف فرزاد ولی میانگینی نگاه کنیم باید ببینیم چجوری حالا این تحقیق رو بگم سال 2014 تایتل تحقیق اینه to quantify social interactions patterns social, social interaction patterns که این سوسیومتر یه دیوایسیه که به آدما وصل میکنن که این میاد میسنجه که مثلا تو چقدر نزدیک شدی به آدم دیگه فاصله فیزیکی و اینکه چند تا لغت رو ادا کردی مثلا توی بازهای زمانی مختلف اینو آقای جی, جی پی اونلا استاد بایو استاتستیکس هاروارد پابلیش کردن سال 2014 75 تا سایت خورده من نگاه کردم ایشون میگن که همین موضوع رو مطرح میکنه که کانتکست خیلی مهمه یعنی اینکه همون صحبتی که کردی مثلا تو یه گروه رو بذاری بگی یه سری ریسرچر داره نگاهت میکنه ممکنه که رفتار اون مثلا مرد با زن توی اون گروه فرق کنه وقتی بدون یکی داره نگاهش میکنه این طبیعیه و دو مطلب بعدی که مطرح میکنه میگه توی محیط حرفه ای و تو محیط دوستانه و حالا همجوری کژوال حالا همجور دور همی باز رفتار آدما فرق میکنه پس میاد یه آزمایشی رو طراحی میکنه که توی این آزمایش بتونه بسنجه ببینه رفتار حرفه ای زمانی که مثلا شما یه هدفی داری و باید به اون هدف برسی و زمانی که هیچی همینجوری خبری نیست و خیلی عادی داری زندگی میکنی ببینیم مثلا میانگینه چجوری و علمی به قضیه نگاه میکنه بعد دو تا ستینگ اینجوریه ستینگ شماره یک پروژه آخر ترم مثلا مستر یه دانشگاهی پروژه خیلی مهمیه نمره خیلی قابل قبولی و نمره قابل توجهی و بچه ها میتونن ازش بگیرن پس آدما براشون مهمه تلاش زیادی میکنن میان دوازده ساعت رو اینا اندازه گیری میکنن خب. این 12 ساعت رو میان به 144 بخش تقسیم میکنن یعنی بازه 5 دقیقه 5 دقیقه توی اون بازه ها میبینن که رفتار آدما چجوریه خب توی این آزمایش 37 تا خانم بودن 42 تا مرد خب بعد این آزمایش رو که ران میکنن میان میانه میانگین نه میانه میدینه مدت زمانی که خانوم ها صحبت کردن رو تقسیم میکنن به میانه زمانی که آقایون صحبت کردن خب این عدد در اومده یک مایز شست و دو. خب یعنی شست درصد خانوم ها بیشتر صحبت کردن توی اون پروژه ای که باید به نتیجه میرسه توی اون بازه دوازه ساعته بعد یه سری پلات خیلی جالب داره من اونها رو نگاه کردم اومدن حالا تقسیم بندی کرده بودن که این انترکشن هایی که انجام گرفته خانوم با آقا بوده خانوم با خانوم بوده یا اه... همین دیگه دو حالته امه. یا آقا با آقا بوده سه حالته خب که صحبت نمیکنه <laughs> بعد نموداراشو که نگاه می کردی قشنگ اینجوری نموداری که مربوط به خانوما بوده با یه اختلاف زیادی میرفت بالا تو ستینگ شماره یک که نشون میداد اینترکشن خانوم ها با خانوم ها بیشتر بوده خیلی اختلاف معنادار داشته با اینترکشن آقایون با آقایون و آقایون با خانوما پس زمانی هم که خب صحبت کردن قاعدتا بیشتر دیگه وقتی تعداد این اینتراکشن خانم با خانوم زیاد باشه خب زمانی که خانم رو صحبت کردن میانش میانش بالاتر میره <applause> پس توی ستینگ شماره یک 62 درصد خانم بیشتر حرف میزن یعنی میانش رو تقسیم میکردیم میشد یک و دو که این اختلاف اختلاف معنوداری هم بود از لحاظ آماری با تستای آماری که انجام ستینگ شماره دو رفتن کال سنتر یه بانک رو نگاه کردن خب که توی این آزمایش 16 تا مرد بوده 36 تا خانم 12 تا لانچ بریک یک ساعته رو تحقیق کردن روش خب آره مثلا زمانی که برای ناهار میگیرن یک ساعته اینا توی 12 روز مختلف رفتن دیدن که آدما اونجا چقدر صحبت میکنن دوباره میانگین زمانی که خانوم ها صحبت کردن تا کتیو میگن به میانگین میانه زمانی که آقایون صحبت کردن این عدد در اومد 1.04 چهار 4 درصد بیشتر که این 4 درصد هم سیگنیفیکنس آماری نداشت ام. یعنی اون بازه ای که این توش تغییر میکرد انقدر مثلا زیاد بود که اصلا میتونی بگی که یکیه خب پس ستینگ جماره دو ستینگی بود که کار نبود یه چیز همینجوری دور همیه معمولی بود و اختلافی وجود نداشت این چی رو نشون میده؟ میگه که اه... که توی ستینگ معمولی این وجود نداره بعد یه اصطلاح انگلیسی حالا من فارسی هم ترجمهش کردم خیلی عجیب غریب هم در میاد میگه که این اختلاف معنادار خب هم توی نزدیک بودن از لحاظ فیزیکی یعنی دو نفر که دارن با هم کار میکنن چقدر از لحاظ فیزیکی به هم نزدیک میشن و هم مدت زمانی که با هم حرف میزنن این اختلاف معنادار بین جنسیت های مختلف کجا وجود داره توی این ستینگی که structured task oriented context <تصفح> یعنی یه محیط هدف محور نمیدونم ساختارمند یعنی یه جایی که شما باید بری یه هدفی رو بهش برسی توی اون سیتینگ اختلاف معنادار وجود داره و خانم ها بیشتر با هم تعامل میکنن و خب به همون نسبت میزان میزان مدت زمانی که صحبت هم میکنن بیشتر میشه از اون ور هیچ گونه اختلافی وجود نداره توی سیتینگ آن استراکچر نان تاسک اورینتد کانتکست یعنی همینجور عادی معمولی هیچ اختلاف معنا داری وجود نداره و این با نتایج پذیر <متصفح> با... یه سوال من نتیجه این آزمایشی که 2014 انجام دادن پیپری که پابلش با نتایج پژوهش‌های قبلی هم همخونی داشت که خانم ها بیشتر تعامل میکنن با هم نسبت مردم بگو همون یعنی توی این در تحقیقاتی که کردی این شد که اوریج صحبت خانم ها با خانم ها از اوریج صحبت آقایون با آقایون بیشتره وقتی توی کیلنه. یه حالت خاص توی یه در موقعی که یه کاریو بعد انجام بدن من اینجوری ریفریزش میکنم که حالا اوریج یا میانه خیلی مهم نیست میانگینه صحبت خانم ها از آقایون تو ستینگ تسک محور یعنی یه هدفی داشته باشی بیشتره حالا توی اون تعامل خانم با خانم هم بیشتره اونه که باعث میشه که میانگین خانم ها بیشتر باشه ولی اینجوری چون این اعداد ارقام که تو بلند مدت که یاد ما نمیمونه درست. اگه یه تسک مشخصی باشه که بخوان بهش برسند خانم ها توی اون تسک بیشتر تعامل میکنن با بقیه که این تحقیقات قدیم هم همینو نشون داده <تصفح> ولی حالت عادی هیچ تفاوتی وجود نداره چهار درصد بود که زیاد چهار بود که تفاوت معنادار آماری منادار. هم نبود یعنی تو میتونی صرف نظر کنی معنادار آماری دهه اره ده نه اون تست میکنن بر اساس اون حالا مثلا میگن که ما با کانفیدنس اینتروال فلان میخوایم اینو انجام بدیم بر اساس اون میان بازه رو چیز میکنن این چهاره مهم نبوده یعنی بازه که جابجا میشده اونقدر زیاد بوده که بگن ممکنه دقیقا یکم باشه نسبتش خب بعد این میگه که حالا نتایج این تحقیق است که خیلی جالبه دو تا ستینگ به نظر من خیلی جالب و تعریف کرده یه ستینگی که ستینگ کاریه شما باید بری به یه چیزی برسی یه ستینگ همینجور زندگی معمولیه توش نشون دادن که توی ستینگ کاری خانم ها بیشتر صحبت کردن چون تعامل بیشتری داشتن و تعامل خانم با خانم هم بیشتر بود ستینگ دوم همینجوری دوره همی بود هیچ تفاوتی وجود نداشت اعداد یکی بود بعد میگه این همخونی داره با حالا محیط های بزرگتر میگه که اون حالا گروه که پرابلم سالورن یعنی قراره که یه سری مسئله بهشون بدن مثلا یه تیم تحقیقاتی یه تیمی که داره یه پروداکتی رو درست میکنه هر چیزی میگه اون گروه هایی که پرابلم سالورن وقتی که محیط تنوع بیشتری داره یعنی دایورسیتی وجود داره توی اون محیط موفق تعداد مسائل بیشتری رو حل میکنن که این تنوع میتونه تنوع توی حالا جنسیت باشه توی سطح توانمندی اسکیل ستی که مثلا آدمای اون محیط دارند یعنی آدمای متنوع رو دور هم بذاری خروجی بهتره امه. تا اینکه تو بیا یه سری آدم باهوش خفن رو دور هم جمع کنی اون آزمایش مرغ و اینا هم که چندین و چند اپیزود قبل راجبش صحبت کرده بودیم که اومده بودن اون مرغایی که خیلی پرفورمنس خوبی داشته بودن و کنار هم گذاشته بودن اینا از یه جایی بعد همدیگر رو زدن کشتن امه. ولی اون گروهی که مرغای معمولی بودن خروجیشون بهتر شده بود برای همین مثلا تو یه تیم تشکیل بدی چون همه سی او های این شرکت خفنده رو دور هم بچینی اینا کلا هم میزنن از چه باید ولی تیم شما باید دایورسیتی توش باشه <applause> وقتی که دایورسیفای بکنی خروجی میگن که بهتره حالا اینجا اون محیط باید تنوع داشته باشه بعد این اینجا شما خیلی حال کردم یه نوشته بود توی نتیجه گیری این تحقیقه نوشته بود که این مرتبطه با یه تحقیق دیگه که چی میگه میگه جنرال کالکتیو اینتلیجنس فاکتور یه ترمیه که مطرح میکنی اینجا میتونی کوتیشن شما به کار ببرید <applause> چون این ترمیه که شما دارید نقل میکنید میگه جنرال کالکتیو اینتلیجنس Factor اف a گروپ یعنی حالا به فارسی میتونیم بگیم هوش اجتماعی یه گروه هوش <applause> دست جمعی هوش جمعی یه گروه خب اه... میگه رابط... اصلا رابطه نداره با میزان هوش تک تک افراد یعنی تو ده مثلا ده. یه گروه ده نفر از آدمای سوپر باهوشو بذاری کنار هم لزوما اینا هوششون نمیشه میگن اینا جمع بزنی تقسیم به تعداد بکنی بله آه. میگه با چی رابطه داره پس با هوش تک تک افراد رابطه نداره با این رابطه داره آه. میگه average social sensitivity of group members که این یعنی چی میگه که توزیع یکسان محاوره میان آدمای گروه یعنی توی اون گروهی که همه فرصت اعمال اعلام نظر, نظر داشته باشن اه. و این وعی خیلی مهمه نسبت تعداد خانوما به تعداد آدم های گروه اه. یعنی هوش جمعی یه گروه رابطه داری با اینکه همه آدم های گروه بتونن نظرشون رو اعلام کنن و چند تا و... خانم وجود و ایزانه... آره. نصف تقسیم خانم. کنی خانم ها به کل گروه صفر نشه عدد خیلی ناچیز نشه این عدده باید بالا باشه به خاطر همون فاکتوری که خانما بهتر تعامل میکنن توی گروه تا آقایون هیچی همین این تحقیق اینجا من ما از لحاظ اینتلیجنس صفریم ما چه آره. جوری تجربه ما خودم. ما دایورسیتی رو داریم چون حالا هم هم دیدن دیگه ما چهار خیلی با هم فرق داریم ولی خب فقط مثلا روژین هست از ولی نگاه هم آره. کرده تو باشی تو که بنده خدا نیست یعنی الان که داریم صحبت میکنیم هوش آره. جمعی جمعیمون صفره ولی نگاه هم کرده باشی روژینه که همیشه کر میکنه حال مثلا آدما خوب باشه میدونی آره. سراغ میگیره حالا مثلا اون سری به من گفتش که مثلا ایمان حالا شو نیست چون یه جای استوری گذاشته بود که من اون استوری رو نمیدیدم یا توییت کرده بود اونه که اومد مثلا فرهاد هیچ وقت این کارو با من نکرد خب نمیاد به من بگه که مثلا شاید این اوزاش خوب نیست اونه که پیگیری میکنه مثلا چون من میخواد با من صحبت کنه برای من میم میفرسته چون میدونه مثلا من میم حال میکنم میمی هستی آره مثلا با فرهاد تو یه جوری دیگه با ف... میدونی اینو ما خودمون داریم از نزدیک میبینیم دیگه خلاصش اینکه هیچ مطالعه ای وجود نداره که نشون بده خانم ها خیلی موجودات چرتی هستیم به صورت آقایونی که هستیم خیلی چرتی شروع کن خودت دارید خدا کی احساس میکنم از اون جمله مو بگم بعد هیچ این جنبندی کنم اون سوالی که اون دوستمو توی اینستاگرام پرسیده بودن هیچ مطالعه‌ای وجود نداره من پیدا نکردم که نشون بده ها بیشتر صحبت میکنن توی ستینگ کاری وقتی که هدف وجود داره به صورت معنادار اختلاف هست ولی خب از قبل هم تحقیق شده بود که تعامل بهتری خانوما میکنن و تعامل خانوم با خانوم هم بیشتر شکل میگیره تا آقا با آقا یا خانوم با آقا این از این تحلیل خودت هم میخواستی بگی گفتی یاد اونم الان بگم بگو بفهم. بعد همین من داشتم فکر میکردم که خب این که دلیل علمی که نداره چه جوری شده این باور غلط توی ذهن ما ما زهنمون پر باور غلط دیگه به هزار تا چیز غلط دیگه هم باور داریم ولی من یه جایی یه چیزی پیدا کردم توی ذهنم گفتم شاید مربوط به اون باشه و اون این بود که جوامع دنیا همه فرهنگ ها مرد مردسالار و مرد سالار روش کردن حالا الان تلاش داره میشه که تغییر پیدا کنه ولی مرد سالار بودن و خانوما اکثرا کار نمیکردن تو طول تاریخ تاریخی نگاه کنید آقایون حالا میرفتن سر کار اون تو محیط کار خب حرف میزده اون هم. حالا 15 16 هزار تا لغت در روز که میانگین و اون تحقیق بود برای مرد یکی بود و اون توی محیط کار داشته انجام میداده خونه دیگه لازم خونه میگرسته. خب احتمالا خیلی نیاز به حرف زدن ولی خب خانوما رو تو این فرهنگا همه کردن توی خونه کار که نمیتونستن بکنن خب تمام انرژی تمام اون حالا قدرت ذهنی جمع میشه خب اونو با کی باید شریک بشه با چون همسایش با احتمالا همسرش وقتی شب میاد خونه ام. اینه که شاید توی فرهنگ ها جا افتاده که خانوم ها بیشتر حرف میزنن ولی این تحقیقات نشون میده که همچین چیزی نیست و حالا برداشته من اینه که احتمالا چون از جامعه و کار دورشون کردیم خب مغز بالاخره نیاز داره که از قدرتش استفاده کنه دیگه وقتی یه جا فرصت رو ازش میگیری اون فرصت رو میخواد جای دیگه ای به دست بیاره شاید دلیلش این بوده وگرنه اگر همه از اول میرفتن سر کار همچین یا هم توی ذهن ما نمیکردن حالا بگویم جالب بود ندارم همینطوری در... مثلا میبینم یکی صحبت میکنه تجارب خودتون نسبت به یه موضوعی هی مرور میکنی و چقدر آدم های بری هستیم دیگه جامعه مردها خدا نه چیزی یادمون میمونه نه زیاد چیزی اهمیت داره نه اونجوری که باید رفتار میکنی اونجوری که باید هر میزنی یه شروع کنیم نمیدونم احساس خیلی آره. خیلی بدی الان نسبت خودم پیدا کردم بگو من اینا رو که میخونم یه سری توی دوست اینا یه سری زوج اومد تو ذهن من که مرد با اختلاف معنادار بیشتر از خانم صحبت میکرد توی اون رابطه ها رو ما میدیدیم خانم سرکار میرفت آره دیگه بچه های الان که امیدوارم که خب با خیلی فاصله زیاده ها یعنی مثلا مرد کل تایم و صحبت میکرد خانم سر. و این شخصیتیه یعنی جنسیتی آره نیست یکی شخصیتش مثلا فرزاد کم حرفه خب یکی ایمان پر حرفه <تصفح> 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 ربطی به جنسیت نداره اون ممکن یه خانم کم حرف باشه یه خانم پر حرف باشه آره کیس <تصفح> با کیس پر حرفتون ولی گاسیب با حرف زدن فرق میکنه آره ببین حالا چت چت ساکو من یه چیز بگم تحقیق اونجوری احتمالا 100 درصد نیست همین حالا نمیگیم 100 درصد من چیز درستی میگم همون ایندیا تایمز بود که <تصفح> خالی اون رو گاسیپ صحبت کرد. صفحه نوشته بود صفحه 16 گوگل. آره صفحه 16 گوگل تا ببین اگه تا خودت تا صفحه 16 رفتی نمیتونی بزنی تو سر ایندیا تایمز. خودت رفتی تا اونجا. نه من 10 رفتم بعد 15 16. همون دیگه یعنی خودت رفتی. من می‌خواستم آقای مثلا دیدی 100 خورده صفحه می‌خواستم اون آخریا چی توشونه؟ بفهمیدیم. ولی حالا خب میتونیم از همینم نتیجه گیری کنیم دیگه راجب صحبت دیره. کردن هیچ تفاوتی وجود نداره گاسیپ هم احتمالا از این قاعده مستثنا نیست آره مثلا ما خودمون حالا <تصفح> خودمون که ولی میبینیم حالا دیدیم مثلا خودش خودشون مبرا بکنن ولی میبینیم که و پسرا پسر هم خوب گاسیپ میکنیم همه شو وردار پسرا هم گاسیپ میکنن و اینو نمیدونم از مز... میگم اون چیز فرهنگیه که کردن تو ذهن ما خیلی هم اصطلاحات آره چیز اصحاب... هم داریم سکسیستی وحشتناکی هم داریم که مثلا فلان و فلان ولی این فلان و فلان بعدا بگو مثلا مثل فلان محیط آره فلان آه. یه عالمه آره. از, یا از این... دارن میکنن مثلا. آره یه عالمه از اینا داریم ولی نه ترسیم برای صحبت کردن احساس کنم صحبت کردن اون هم الان دیگه نه بهش واسه چیز مثلا نه نه چی اصلا واسه کنسل کالچر میگی این نمیگی اینم همونه به اگر اگه قرار احترام بذاریم نه باید بگیم علم نشون میده که تفاوت وجود نداره نه در هر اینکه ما آدم علمی نباشیم چیزای دیگه این دیتا ولی اینم نکته جالبی شد که الان گوگل که آدم سرچ میکنه حالا یه سری چیز خیلی صفر و یکیه. البته آره مثلا اینم خیلی صفر دا... و یکی به نظر میومد دیگه اولش موقعی که سرچ کردی دقیقاً به خصوص اینکه گوگل میاره اون عدده رو خ... به‌طور قاطعانه میگه اوکی همینه. یه چیزی جالب حالا اگر که احساس میکنم اگر که یه خانومی اینو سرچ میکرد چقدر متفاوت تر بود چون برای ما مثلا ماها این فیور بهتر ماست. این فیور ما بود آره مثلا به نفع ما بود یه جورایی اون اعداد تو اونی که خب دیگه 100 درصد دیگه من دیگه نمیرم چه سه... تا سه... موقعی که همه چی تا, آ... نه نه. تا موقعی که مثلا همه چی خوبه کسی کوشن نمیپرسه میگی خوبم نیست دیگه آره میگم. همینو ببین تحقیق انجام شده خانم‌ها تعامل بهتری انجام میدن اگه تو گروه تعداد خانم‌ها زیاد باشه نتیجه گروه بهتره نه نه نه, 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 نه نش... چرا چرا اینو ما معروف اعداد اقامه رو دارم میگم من میگم حالا اصلا همون اشتباهی که گوگل کرده به صورت اشتباه ماین کرده منی که به صورت مثلا رفتم در مورد این میخوام تحقیق بکنم اونی که میبینم اصلا ذهنم اینطوری که خب خدا رو شکر دیگه من نمیرم کوشنش بکنم تا موقعی که بنفهمه هم اگر خدا که میگفت شکر... مثلا آدم ها، مثلا مردا خیلی بیشتر از خانم صحبت میکردم شاید اون موقع به خودم میگفتم که بزا برم ببینم مثلا جامعه آماری چقدر بوده اون موقع شاید یه سوال میپرسیدم آه. آره میدونم چی میگی ولی خب صرف اون عدده که مهمه مثلا تو بری بفهمی میانگین قد آقایون از ها بیشتره خب این چیزی به تو نمیگه که باید بری ببینیم مثلا از اون قد یعنی بلند چه استفاده ای کردن اینجا هم حالا باید ببینیم مثلا اگه فرض کن 7000 20000 زار از اون 7000 چه استفاده ای شده از اون 20000 چه استفاده شده که اون که حالا غلطه و اینکه نشون میده اونا تعاملشون هم خانم ما بهتره, بهتره یعنی همه چیز به ضرر ولی اینا معروف نمیشه این مدل تحقیقا ولی این 20000 7000 زار تو ذهن همه میاد نمیدونم خریدار نداره دیگه میگم بعد اینا مثلا اینجور اینجور تحقیقات آبکی و اینا نقل و نبات محافل چیز دیگه مثلا تحقیق هم نیست مجله ازدواج <applause> سال 1990 مثلا من به دنیا اومدم یه محیط مذهبی هم این مجله رو بیرو میداده <applause> نمیدونم احتمالا برای این بودی که اگر که به مشکل میخورید بدونید دلیلش اینه اشکال نداره مثلا واقعا احساس کنم داشته توجیه میکرده که <applause> مثلا شاید خلاصه که سری بعد توجه کنید به این ببینید مثلا تو یه محیط خانم بیشتر رفتن یا آگونیم. خیلی جالب میشه حالا از این به بعد ما همینطور چش رو به عبر <applause> بذار اول کووید بعدن بعدا چشه رو, رو به عبرو بکنیم فرزاد جان چه خبر؟ اه... میخوام با احمقانه هفته شروع کنم که خودم این حرکت رو زدم یا بسم الله اه... من موام اسمه. از یه حدی که بلند بشه خیلی بیشتر از معمول شوره میزنه و فکر کنم به خاطر اینکه کلا پوستم چربه و بعد مثلا یه روز در یا هر روز برم حمام که این چربیه چیز بشه منافذ باز بشه. آره بعد یه هفته پیش نشده بود و اینا مثلا این حمام رفتن من شده بود سه روز فکر فکرم کل هفته رو همه آره, قرار آره قرار بعد بخواد میگم موامم همین اندازه که هست داستاندار شده بود بعد من اینطوری بود که شب داشتیم از اجای برمیگشتیم من تو ذهنم اینطوری بود که الان میرم خونه خستم بودم دوش گرم و باز میکنم این از دست این شورا خلاص میشه اما تو ذهن شوخ دل... از تن آره خیلی پلن حمام عجیبی چیده بودم بعد دعوت کردی ما رو اگر که از این خیلی داری که دا 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 خب بیا پایین با هم بریم آره. <laughs> یه, یه, یه حالا یه بکستوری <laughs> هم بگم ما, آه، آه ما چه، چند وقت مثلا مشکل داشتیم که آب هم ما مثلا وط... یا زیاد گرم نمیشد یا مثلا سرد میشد نه نمیدام حالا ایمان این مشکل داشتی یا نه قط میشد بله بر رفتم و دیدم که آب سرده این رو زدیم و این رو حالا این اینا هم داره ما رو اذیت میکنه تو سرمون گفتم نه دیگه من فرد کار دارم و اینا نمیتونم مثلا سر کار با این ذهنیت برم با آب سرد شروع کردم فقط سرمو شستن و اینا اومدم بیرون شروع کردم کامپلین کردن و فوش اینا به خودم و به همه و به مهتاب گفتم که اوه این بیلدین چی آب سرده ما ده سال پیش توی ایران آب گرم داشتیم همیشه این داستان چیه بعد گفت ای آره اینا اونم ناراحت شدم بعد من نشسته بودم بیرون دیگه اون موقع اشتباهی کرده منتظرم اونجا رو بشنوه ما تا رفت داره میخنده گفت که تو اصلا این شیری که آب سمت گرم و سرد اون اونو تکون نداده بودی این رو سرد بوده از اول و این آره دیگه چون ما دو تا شیر داره یکی سرد و گرم و مشخص میکنه یکی بادن اینه که خود آب چقدر من احمق بودم حالا حتی خودت اینجوری صحبت نه من اون موقع اصلا دیگه هیچ آپشن نداشتم دیگه سرما رو کشیدی سرما رو خوردی سرما رو خوردی و اون همام خوابی که داشتی از کلت پدیده کامل تا صبح خروز خوب بفردم این بوده که این مثلا این تحقیقات میکنن که مثلا به حیوان ها یه کاریو هی انجام میدم بعد اون کاره رو برمیدارم اونم انجام میده دوباره منم اینطوری شده بودم دیگه وست. همیشه ما هماممون اینطوری بود که رو گرمه بوده ولی حالا به یه دلیلی اینو سرد کرده بودیم و من چک نگرده بودم بود عالیه نجیب مثل فرزاد نه کامنت بررسی کنی من الان ندارم ولی خیلی یه من کامنت اومده بود تو یا اتکار اصلا نمیخوام که بازگوش کنم بگو لطفا تو تو کوتیشن همین دیگه من متاسفانه نمیدونم کجا بود شما گفتن نجیب مثل نه یه شخصی کامنت گذاشته بود که آدم مثلا منو صفت من نجیب است و رو کارون نمیدونم نگید دیگه دیگه من کلشو رو میدونم ولی نمیخوام خنده میخواد بخ... بخ... پروبال نده بیانت. نه بودم. بب... نه بعد بب... بود. کامنت رو که میخونی اینطوریه که او شد من یکی از اونها دارم بقیه ندارم اینطوریه <تصفح> 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 ولی <تصفح> کامنت خوبی بود با همین ما میتونیم اگه. فرهاد چی بوده فقط میخوام بدم فرهاد تو <تصفح> من یا خنده بودم یا مثلا تو خوب بودی آره <تصفح> <تصفح> همه خوب بودین <تصفح> الان آره الان هم شنونده هم بیننده هم آره جو... همه تشنه مان آره داش اینو ما رو خطاب می‌کردی بود که تو با جربوزه یا یه همچین چیزی من توه می‌بینم کیو اوهو دل بکن برو اینجا لاست نزن بابا برو اگه خودم میدونم که برو من فوقش یه دلقه که خوب بشم دیگه با روزش دل بشم یه ریه داره دیگه یه دارم من اینجا اینجا نشستم وای خواهد چی گفته بود؟ که اونم نجیب نداره بعد گفته بود شوخ فکر کنم یا با این تحت تو چه کانتکسیه فقط آمده رو کارکترات تعریف بود که یعنی مثلا دوست دارم به این جلده رو پیدا کنه کارون چوربوزه من رو مثلا متفکر بعد روژین رو نوشته بود آم پیدا کردم بخون 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 باشه حسام گفته هفته پیش هم نوشته حسام سلام زیر اه... ویدیو اپیزود 279 نوشته با جنم باش مثل ایمان متفکر باش مثل کارون شوخ باش مثل فرهاد نجیب باش مثل فرهاد و زیبا باش مثل روژین پایدار باش روژین اشتباه نوشتی ولی تو نیست داده شما صوبا که اخواب بلند میشی ده دقیقه دوش آب سر من یه هارت میدم به کامنتش باید دوش آب خیله. سر بس بریم. نه کلن اصلا بشوره ببره ها. چون فکر نکنم این تحلیل کردی فقط شاید یکی دو تاشو بتونیم قبول کنیم از شما شما با سه امتیاز منفی به محل بر محله بعد قرار جزم از اصلا چی شد به اینجا اصلا یاد تایتل های مجله ماشین افتادم مثلا میمد صده مثلا آزرا هیولای ژاپنی مثلا تو بعد داستان من گفتی نجیش جالب خب هفته ای که گذشت چیز داشتیم یه مصاحبه با مهدی داشتیم و خیلی هم جالب بود حالا اینتراکشن هایی که اتفاق افتاد رو یوتیوب یکی از یه سری از خارجی ها کامنت گذاشتن که آره خیلی دارن فارسی یاد میگیرن آره مهدی توییت کرد که به اینم مصاحبه منه و قبلش فارسیات یاد بگیرید کلا جواب با بود و استفاده کردم هفته من اعداد ارقام بزنم نگاه بکنم ایمان داره گوشش چک میکنه میخوام اعداد ارقام نگاه کنم چی دیگه نمیشه کار انجام داد چی <applause> بله چورز ایس یه پلی یه دونه یه پلی یوتیوب 15 دقیقه دیریشه واچ اورز هم 1220 ساعت عالی بوده اولین بوده توی 10 تا ویدیو اخیری که داشتیم سیواست یه yeah. خبر جالب خوندم این هفته خ... یه کمی هم مرتبط با حرفایی که کارون زد در مورد تعداد لغت و این چیزا تو آلمان از موقعی که کرونا شروع شد و حالا اتفاقات 1200 تا کلمه جدید به وجود اومده آلمانی درست کردن خودشون 1200 تا کلمه یعنی نیاز بوده به این کلمات <applause> و کلا اینطوری بوده که مثلا این کلمات ساخته شده به خاطر اینکه کمک کنه اون این انگزایتی و استرسی که مردم دارن بتونن بهتر بیانش کنن مثلا دارک تایمز رو تو که استفاده میکردی آن پرسیدنت نه اینا اصلا کلنگ جایده ولی مثلا یک کلمه رو زدن این آره این آره بخون این آره یه دونه مثلا دیستنس بیر مثلا آب جوه با فاصله بزنین میشه چه میشه خون نمیتونم بخون ابستنس بیر آره ما چون آلمان خیلی میگه مثلا حالا کادل کانتکت پدر شما دو که آلمان بودن چی کادل کانتکت کادل کانتکت آره مثلا اینجوری کادل کنی کرونا هیر کووید 19 اگزاشن وکسینیشن انوی بلکنی سیگار ولی خب جالب بود که بچه ها سریع تو آلمان کلمه درست کردن بلکنی سینگر یه تونه پارسال هفتی که میشد همه میمدن آره بابلمه میگم ما جدی من هر هفت که میشه آه. میرم بیرون به تبل شادن... به تبل شا... به تخت شادانه میکوبم <laughs> یه کلمه درست کردم برای افرادی که ماسک میزنن ولی بینیشون بیرونه خیلی اینا اسم من میدونم چیه احمق ماسک انتورل <laughs> من نمیفهمم اینو من یه مغازه <laughs> خیلی های کلاس رد شدم از دمش توی دانتان دیروز رفتم بانک <g suhi> آقا اینجا بود ماسکش خب چرا نزن ایشون خیلی سانتا بود و اینو قشنگ گذاشته بود اینجا فکر کنم شیکه نزن یه بوی کباب مجلسی نمیاد توی فضا بوی قضا تهاچنه دیگه برای افتار بوی افتاره روی افتاری <applause> آه در مورد چیز دیگه میخواستم صحبت کنم این هفته <applause> پادکست آقای اوباما که این هفته من فکر کنم سه تا از اپیزوداشو آخ. تو سر روز مختلف گوش دادم و اصلا فکر میکنم پادکست رو به یه لول دیگه ای بردن با گروه پروڈاکشنی که دارن فکر میکنم ده پونزه نفر فقط پروڈاکشن هن بعد دیدی همه اگزیکیتیف پروڈوسر هم آره. مثلا جونیور پروڈوسر هم نداره من نمیدونم بعد فرادو نداره سپاتیفای اوریژینال دیگه خدا را شکر ما سویچ کرده سپاتیفای خدا را شکر چادری هم خدا شکر خیلی از ما بعد به شما رسید و به نظر هم همه هرکی میتونه رو رو اسپاتیفای فقط من گوش دادم من آره گوش <تصفح> بدید که اصلا ببینید پادکست چیه <تصفح> آره این چند ماه پیش یکی برا من فرستاد <تصفيق> <تصفيق> گفتش که این رو اسپالیفای و اینا <applause> گفتم که من مثلا اسپالیفای ندارم اپل میوزیک ولی اون موقع حس کنم خیلی دلم برای مثلا شنیدن صحبت های این آدم تنگ شده بعد که ما سویچ کردیم همه رو اسپالیفای اصلا عالیه دیگه با چه اپیزودی شروع کردی؟ یعنی با 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 اصلا با با یک از شماره یک شروع کرد زیاد اومده؟ آره خوب اومده من فکر کنم سه تاشو فکر کنم گوش دادم سه چهار تاشو آره یه آهنگ آه دیگه از بعد... شروع می‌کنن نه با... با... بگو اینجوری نیستش که ریتم تندی داشته باشه یه ریتم خیلی, خیلی آروم, خیلی آروم. <تصفح> ولی قشنگ تو من حالا یعنی لذت میبرم از مکالمه ای که انجام میشه به چند دلیل یکی اینکه تو حس میکنی دو نفرند خودش رو یه آقای موسیقیدانیه دوستش اول اینکه حس میکنی دو تا پیر خردمند دارن صحبت میکنن مهم. یعنی صحبت ها اصلا دریفری نیست نمیدونم قشنگ خرد رو حس میکنی بعد ادبیات و لغاتی مهم. که این اوباما به کار همیشه خب خیلی جذابه دیگه بعضی جا کلمه کمک اون میکنه خیلی باحال مثلا کلمه میگه اینو بگو خیلی آره اون بگو. چیزشو الست و ایناشو خیلی جیاری الستش خیلی میگن بالا زده اوباما ما. جیاری دادی؟ نه نه جیاری دادم یعنی که بعد نیمه انجانیم گرفتم نه اون چیز ویربال اون لغات عجیب اگه میخواین خلاصه ببینید که کارون متفکر و فرزاد نجیب به چی گوش میدن برید به رنگید بعد خونه که تمیز میکنم جدیده اینو میذارم این الان شد فومای من شما دارید نه این خوبه این به نظرم فومای باشه حتی شخصیه فوم. شاید خوب یه سری هم تو سن داشته باشن از تو جالب داشتی دو... یکی یکیشو ابزار ابزار میگم و یکیشو این همین الان میگم آقا الان که شهر کلا دیگه قورباغه هفته کش شده هیچ کی هیچ هیش... اصلا دیگه آه، آه، خیلی شهر ناامن شده عجیب اه... هفته پیش یه دختره مثلا فکر کنم 19 ساله صبح بیدار میشه میبینه یک آقایی تو تختش خوابیده دستشو اینجوری مچشو گرفته همین دست بدن مچش کشید برمیگرد میگه از زمین آقا بریکین کرده بودن و بعد خسته شدن همونجور گرفتن خوابیدن کجا؟ تو همین شهر خود اون ونکوور ونکوور حالا بگی دوباره اون بیاد بنا بعد این زنگ زده پلیس پلیس اومده یارو نمیرفته بیرون گفته بذارید باشم یعنی یه اخبار تکمیلی نیومده که آیا این سلامت وای. روان و اینا داشته یا نه ولی خیلی کجور نه حالتی نه. که بیاد مثلا باید کادل نه 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 یعنی نکته ای که بود این بود که این اصلا نه تعرضی کرده بود نه مثلا چیز خسته بوده حالت عجیبی اومده بوده خوابیده بوده و مچ اینم گرفته بوده یعنی حتی وقت پلیس اومده بود نیاز گرفته بوده بعد اینو با تیزر آره ت... ایران چی شوک شوک بلش کرده بودن <applause> یعنی دستش روی بوده <applause> تلفن زنگ زده دستش... این ریست خیلی چند بار اومده بود که دستش گذاشته رو موچه خانم دو دختر دختره. واسه من میخوندم نمیفهمیدم چطوری اتفاق میفته بعد چطوری نمیفهمه آدم شب یکی بیاد کنارش بخوابه یه نیاز دیگه دخترم احتمالا نیاز داشته که یکی کنارش باشه یعنی یارو شما. اومده به دوزه و خسته شده نوشته دوزیده بریک این بوده نه خب اگرم دوزیده بوده که همونجا خوابیده نه یعنی نداده دوستش مثلا تو ببر من اینجا میخوابیده این تک تنها بوده لونر بوده بنده خدا شاید هم بریک این کرده که فقط با این امیرم یه چیزی گفت هم بستر بشه شده بود هفته پیش هم بستر هم میگه نه هم بستر شده دیگه برای امیر سلام برای واقعی کلمه توی تخ خوابیدم تا صبح بعد مثلا سه شنبه چهار شنبه تو میتونی بریکینگ کنی به خونه من من به خونه تو تا یه خاصی من شما تو خواهم بیا هفته پیش نشد بگیم ولی یک مورد قتل داشتیم ما تو پارک خیلی زیاد خیلی زیاد بعد بعد خود پسر بیست ساله بود و اینا که درگیر گنگ و یه سری دوستای ناباب شده بود و شون فوت توی پارکی که ما میریم مثلا واقعا گذره چند شب پیش داشت بودیم آره مثلا ما سه چهار شب قبلش اونجا بودیم بعد پری روزا هم دوباره تو همون مرکز خرید دم خونه ما این امیر فامیل ما که اونجا بوده سلام شروع امیر. کنه چیز کرده. امیری که باش رفتیم نه؟ بله تو مال بوده خلاصه تیراندازی میشه داشت پلیس سر هم تو گروه تکس میداد که الان آه. تیراندازی شد من بود نگرفت بعد پلیس ریپورت زده بود که ریپورت که شب اومد زده بود که دو تا ماشین افتاده بودن دنبال هم و همین تو تیر زنون تو محله بعد تو محله دیگه حالا اومده محله ما <تصفح> ولی نمیدونیم از چه شهر دیگه اومده بودن ولی کلا ناکام هم من چیز دیروز توی <applause> لانزدل رودرج دیدم که دو نفر پیاده هم دیگه رو بزنن جلو بانک آر بودن خیر کاش کاش آره. چیز داشتی کاش ببین دوربین داشتی این بعضی موقع اینقدر میزدن یا فقط خوش میدادن هول میدادن بیشتر یعنی همدیگه رو هول میدادن همدیگه رو تهدید میکردن خیلی تحديد... زیاد تهدیدای زیاد ولی کاربردی نه خنده دارم هست فوشه که به هم تهدیدای که ببین آخه اصلا نیازی نبود بعد اونجا که ما وایسادم یه صف طولانی بود برای بانک رفتن خیلی دعوا شد یعنی کجای ف... لانزه؟ سر 17 هم آر بی سی او که گرابنگو انگو همون خیلی یه عشان. جوری اصلا دعوا می شد سر اون چار را و اصلا مونده بودم من تو بودیم که خب من چه خیلی وقت نمیادم بیرون به این عادت ندارم ولی کانسترکشن از اونجا هم no. فشار رو همه زیاد اومده به نوعای مختلف اینطوری داره بعد نه اینکه بزن هم بکشن دیگه تصویر بچه هم بدین در یاد سپر این رفتارو فقط سپر میاد ببنیم خیلی عمالی دوستان مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم ما توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام بنامه خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه افزایی جدیدی که برمیگردیم فرن خدافز خدافز خدافز, خدافز. یه آبی بنوشی میشه